داستان سریال هرجایی قسمت 169. میران با اسلان درگیر شده و هنگام سقوط از کوه اسلان دست او را میگیرد تا نجاتش دهد، اما میران به اسلان میگوید تمام یادداشت ها کار تو بوده و اسلحه اش را به سمت او میگیرد. محمود به دستور عزیزه به میران شلیک میکند و میران در آب سقوط میکند. ریان که از پایین کوه به آنها نگاه میکند فریاد میکشد، به رودخانه میپرد تا میران را نجات دهد. بالاخره موفق میشود او را به ساحل بکشاند و میفهمد که دست میران تیر خورده و دنده هایش شکسته است. هر طور شده او را به زیر درختی میکشاند و با پارچه لباسش زخم میران را میبندد. اصلا در مسیر رودخانه با ماشین حرکت میکند تا شاید بتواند به میران کمک کند، اما عزیزه صد راه او می شود و سیلی سختی توی گوش نوهش می زند و می گوید یکی برای شما تله گذاشته بود، یا تو می مردی یا میران، تو باید با من بیای. محمود میران و ریان رو پیدا می کنه، اما اصلا می داند که عزیزه از میران که یک شاد اغلوس متنفر است و خودش کسی بوده که به میران تیر زده است. عزیزه به او می گوید میدونم عاشق ریانی و برای همین هم میران خواست تو رو بکشه. نمیخوام به خاطر ریان به خطر بیفتی. اونو فراموش کن و از اونا فاصله بگیر. سپس هر دو به خانه اسلام میروند و محفوظ وقتی از ماجرا با خبر میشود میفهمد که نباید دیدار اسلام و میران را به عزیزه اطلاع میداد و این گونه ریان را هم به خطر انداخته است. اسلام مجبور میشود جلوی چشم عزیزه عکس‌های ریان را بسوزاند تا او باور کند که اصلا قصد فراموش کردن ریان را دارد. از آن طرف یکی از دوستان جهان به او خبر می دهد که میران و ریان با هم دیده شده اند و بعد از تعقیب آنها از داخل جیب کت میران یادداشتی پیدا کرده است که در آن نوشته شده بود قاتل محمد اسلام بی نسوح شاد اغلوس. جهان به این فکر می کند که با این یادداشت ممکن است جان نسوح هم مثل آزاد در خطر باشد. یه همین چند نفر را مأمور می کند میران را پیدا کنند و بکشند. ریان میران را به داخل غاری می برد ولی صدای جهان را می شنود که دستور می دهد هر کجا میران را پیدا کردند بکشند. ریان دوباره میران زخمی را به دوش می کشد تا او را فراری بدهد. محمود وقتی می شنود که جهان و افرادش قصد کشتن میران را دارند به عزیزه خبر می دهد و عزیزه خوشحال از اینکه به زودی میران به دست عمویش کشته خواهد شد به دروغ با اسلام میگوید که حال میران و ریان خوب است و نجات پیدا کردن و خودش هم با خیال راحت به خانهش برمیگردد. از آن طرف حال زهرا خوب نیست. از بیمارستان مدیات او را به شهر دیباکر میفرستند تا سزارین شود، اما بین راه آمبولانس تصادف میکند و راننده زخمی میشود و زهرا و هازار نجات پیدا می کنند و هر دو تلاش می کنند تا خودشان را به جاده و ماشین برسانند. حنیفه که تصمیم گرفته از این به بعد با اصلان همکاری کند و عزیزه را شکست دهد آماده می شود تا به دیدن اصلان برود و دلیل واقعی انتقام عزیزه را برای او فاش کند. محفوظ به اصلان می گوید تو هر چقدر به میران نزدیکتر می شوی اون و ریان را به خطر می اندازی، پس فاصلت رو با اونا حفظ کن. عزیزه سر مزار دلشاه که به دستور خودش خراب شده می رود و می فهمد که آن سنگ مزار از تکه های سنگ قبر دلشاه است و مطمئن می شود که فرستادن آن و همینطور نوشتن آن یادداشت کار حنیفه بوده است. از آن طرف شکران هم با عزیزه تماس می گیرد و می گوید تصمیم گرفته از این به بعد کنار میران باشد. عزیزه به خود می گوید این دفعه اگر بیایی با جنازه میران روبرو می شوی و می خندد. خلاصه سریال هرجایی قسمت 171. ریان بالاخره قاتلی سرگردان پیدا می کند و میران را سوار می کند و او را به سوی روستا می برد، ولی روستا متروک است و آنها تنها ساکنان روستا می شوند. ریان خانه پیدا می کند و میران را در آن می خواباند و آتش درست می کند و تلاش می کند تب میران را پایین بیاورد.
در ضمن به میران که چند لحظه به هوش آمده قول می دهد که هرگز به کسی اجازه ندهد آنها را جدا کنند و مانع خوشبختیشان شود. حنیفه به دیدن اصلان می رود و می گوید تمام شرح حال زندگی عزیزه رو برات نوشتم، ولی باید اول به من قول بدی که زندگی جدیدی برام بسازی، چون من خدمتکار بودم و یک بازنده هستم. اصلان می پذیرد و به محفوظ می سپارد که برای حنیفه حساب بانکی باز کند. سپس عزیزه با حنیفه تماس می گیرد و با او قرار دیدار می گذارد. آنها در مزرعه نسو همدیگر را ملاقات می کنند، همان جایی که خانهشان سوخت و همه چیزشان را نابود کرد. عزیزه از گذشته ها حرف می زند و اینکه چقدر به همدیگر اعتماد داشتند، ولی حالا طوری شده که حنیفه به او خیانت می کند. حنیفه به خیال اینکه عزیزه از رابطه او با اصلان خبر دارد وحشت می کند، ولی داد می زند تو به من خیانت کردی که منو تو کلانتری تنها گذاشتی و به دست دشمن سپردی، و اسلحه را از کمر محمود می کشد و به سمت عزیزه نشانه می رود. محمود تلاش می کند اسلحه را از دست او بگیرد که گلوله شلیک می شود و حنیفه کشته می شود. زهرا در میان دشت طاقتش تمام می شود و بچهش را به دنیا می و هر دو از اینکه بچه سالم است خوشحال به سمت جاده می روند تا خودشان را به بیمارستان برسانند. ریان کمی آب و چند تخم مرغ از داخل خانه های روستا پیدا می کند و پیش میران بر می گردد. به او آب و غذا می دهد و تب او را با آب خنک پایین می آورد. در همین حین جهان و افرادش به روستا می روند و دنبال میران می گردند. در امارت شاد اغلو یارن مدام در گوش آزاد می خواند که باید به فکر آبروی خانواده باشد و برود و ریان را به خانه برگرداند. اما آزاد می گوید من دیگه بین ریان و میران قرار نمی گیرم. اونا همدیگر رو دوست دارند. در ضمن اگر به آبرو باشه که تو مایه روسیاهی شاد اغلوها هستی، چون در حالی که از جریان انتقام خبر داشتی سکوت کردی و ریان را بیچاره کردی. یارن اما ساکت نمی شود و به گونل زنگ می زند و به او خبر می دهد که میران و ریان با هم فرار کردند. گونل که امیدوار بود با طلاق آن دو به آرزویش و به میران برسد عصبی می شود. عزیزه خواهرش را پنهانی به خاک می سپارد و برای از بین بردن مدارک خانه متروک قدیمیشان را به آتش می کشد. او که از کشته شدن حنیفه بسیار ناراحت است به امارت بر می گردد و با گونل که به شدت عصبی است روبرو می شود. گونل داد می زند تو زندگی ما رو تباه کردی، هرچی دوست داشتم از من گرفتی، حالا هم کاری کردی که میران و ریان با هم فرار کنند. عزیزه که دیگر طاقتش به سر آمده او را کشان کشان به اتاقی می برد و کتک می زند و می گوید باید میران را فراموش کنی و مثل یک اسلان بی غرورت را حفظ کنی، میران ارزش گریه های تو را نداره. سلطان وقتی می بیند عزیزه گونل را در اتاقی حبس کرده با عجله سراغ تنها پسرش می رود تا از او کمک بخواهد. هازار هم ماشینی گیر آورده و زهرا را به دیار بکر می رساند و بستری می کند.